سبب حراس عمومی میشه. متاسفانه در حال حاضر سرطان یکی از این بیماری هاست. خوشبختانه بیماری هایی که واگیر بودن مثل طاعون و وبا و حسبه و دیفتری این دوستا با پیشرفت علم پزشکی دیگه کمتر صحبت از اون هست، ولی سرطان متاسفانه در جهت حرکت میکنه که انگار داریم به طرف یک اپیدمی میریم. چون زمان قدیم مثلا وقتی که من دانشجوی سرطان بودم، مثلا در ویژوی یک کسی که سرطان پستان داشت 60 45 50 60 اون زمان ها ما میدیدیم، الان 24 25 27 میاد. یعنی در نهایت یه اعلام خطری است در سطح جهانی، مخصوصا در کشورهای پیشرفته و کشورهای غربی که زمینه طوری فراهم شده و سیستم و اون وضعیت غذایی و زندگی گونه است که متاسفانه ما بیشتر با این بیماری در ارتباط هستیم و از اونجا که همه باز در اینجا زندگی میکنیم طبیعتاً خب از این موهبتی هم که اینجا اینا دچار هستن ما هم ناچارن برخورد دارم. این است که سرطان اکنون یک مسئله به طور خیلی خیلی جدی در سطح جامعه مطرح هست. من در اینجا فقط کوشش میکنم که ایده خیلی خیلی کلی به شما بدم. بیشتر اگر دوست داشته باشید میتونیم وقت بگذاریم برای پرسش و پاسخ. در اینجا کوشش هست که نشان بدیم که حدود مرزهای دانش سرطان شناسی کجاست امروزه. و ما در تاریخ میبینیم که طبری سینا تمام این پزشکای قدیمی ما هم میدیدن که قده میاد میره ولی نمیدونستن چه کار کنن. بعضی وقتا میآمدن اینا رو با نخ، مثلا اگر خدا خارجی بود با نخ ابریشمی میبستن، این صفر میکردن این صفر میکردن، اینطوری مدتی قده ها خودش میافتاد. اکنون از همون روش به صورت مولکولی استفاده میکنن. اونجا از با اون راه اگر یه قده خارجی بود دورش رو با نخ و روبان میبستن و خفش میکردن. حالا اون به خاطر که رگ ها رو ببردن که اونجا غذا نره. حالا همون مکانیزمی در حال حاضر وجود داره به اسم یعنی علم رگزایی در سرطان و جلوگیری از رگزایی خودش یکی از راه‌های درمانه. خب اول پس ما برای که از هر جای شروع نکنیم اول ببینیم که اصلا سرطان چیه. سرطان کلمه‌اش خب می‌بینیم بیشتر انگار لهجه عربی داره، ولی اگر برگردیم در چیزها در نوشته‌های قدیمی ما اون چیزی که به اسم سرطان میگیم مقصودمون همون خرچنگه. ولی در وقت خیلی چون به تای دستدار به قولی می‌نویسیم فکر می‌کنیم یک واژه عرب است. وقتی که برگردیم به دادهای پزشکی قدیمی می‌بینیم که این حیوانی که به اسم سرطان گفته میشه اسمشو ایرانی‌های قدیم سرطن می‌گفتن، چون این اصلا تنها حیوانیه که گردن نداره، سرش به ترش چسبه. اینه که ما واژه سرطان یا واژه سرطن یک چیزی است که در نهایت عربی نیست. اگر خواستیم ما سرطن واژه فارسی سرطان، ولی این به چه خاطر استفاده میکنن؟ ایرانی ها میتونستن به جایی که بگم خرچنگ بگن کنه، چون حقیقتا وقتی کنه به بدن آدم میچسبه به همون سختی میچسبه که سرطان به اون یارو کوپالش. یکی از نظر واژه‌ای خب بالاخره سرطان و به صورت کانسر که در همون ماه چینی هم وجود داره و ما به معنی خرچنگ هست یک جنبه عمومی گرفته و ما سرطان. واژه های دیگه برای سرطان استفاده میشه که قشنگترینش زهر پیچکه. زهر پیچک یک نوع بیماری است که ما به اسم سرطان میشناسیم و در زمان قدیم بهش گفتن زهر پیچک. همین که آمد میپیچه پخش میشه و آدمو اون زبانه نمیدونستن مسموم میکنه و این زهر پیچک در نهایت آدمو از پا مینداخت. حالا خوب این از واژه سرطان در فرهنگ فارسی، تقریبا از این بیشتر دیگه ادامه نمیدیم. سرطان چی است؟ سرطان یک
پدیده ایست که چه بخوایم چه نخوایم با ما از زمانی که به دنیا میایم هست. ژن داره، یعنی ما برای سرطان ژن‌های سرطانی داریم، همونطور که برای رنگ مو ژن رنگ مو داریم، برای گلبول قرمز رنگ قرمزیش هموگلوبین ژن هموگلوبین داریم، برای سرطان هم ژن سرطان داریم. ژن‌های سرطان در بدن همه ما هست و در همه قسمت‌های بدن هم وجود داره. هر جا که یک سلولی وجود داره در بدن، ژن سرطانی در داخل همون سلول هم وجود داره. اینکه این سلول‌ها ببخشید بلند شم صحبت کنیم یا نشسته هم این که این سلول ها چرا سرطانی نیستن؟ به خاطری که